درود دیگر و شامتان شاد گفتگوی زنده آخر خط را با من رشاد زریر از نور تماشا می کنید گشایش درب نهادهای انتخاباتی با اعضای جدید گام به پیش ما همراه با انتقادهای شدید بر بنیاد گفته های مدیران تازه انتخابات کمیسون های انتخاباتی امروز آنان با راه اندازی انتخابات برای گزینش رئیس و چیدمان ساختار جدید این نهادها کارشان را آغاز کردند. حکومت وحدت ملی متحد به برگزاری انتخابات است و آوردن اصلاحات انتخاباتی از بارسترین مواد توافقنامه به وجود آورنده این حکومت است که تغییر قانون انتخابات و دگرگونی در رهبری هر دو کمیسیون انتخاباتی تنها دو گام حکومت داران در این راست است که در نزدیک به سه سال از عمر حکومتشان آن را برداشتند. در همین حال ما از سوی انگشت های انتقاد نهادهای ناظر و آگاهان بر تخصص و تجربه این کارگزاران دراز است و از سوی هم گزارش ها مبنی بر گمارش کمشنران پیشین انتخابات که باید محاکمه می شدند با عنوان مشاوران رئیس جمهور از روشنایی چراغ های امید در این راستا کاسته است با این وضع چه چشمندازی از انتخابات های آینده می شود داشت در این محور بحث میکنیم با حضور آقایان علی اکبر جمشیدی سناتور پیشین و غلام فاروق مجرو نماینده مردم در مجلس جناب آقای مجرو در آمد با شما کمیسیون انتخاباتی دربشان با اعضا و مدیران و کارگزاران جدید گشوده شد جای خوشبینی وجود داره که حالا ما میریم به طرف یک انتخابات هم نه انتخابات را که یک تجربه تلخ برای مردم افغانستان در نوادسی شد بنام خداوند بزرگ با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترم شما بینندگان عزیز و همچنان دوست نهایت گرامی جناب جمشیدی سر ابتدا باید خوشبینانه به با این مسئله نگاه کرد و اون این که حکومت در رابطه با آوردن اصلاحات انتخاباتی دو گام برداشت اول تعیین کمیته گزینش و سپس گزینش کمیشنر های کمیسیون های انتخاباتی آنچه که مهم است است که تاریخ چند انتخابات گذشته افغانستان گواه این هست که متاسفانه انتخابات های بسیار بدنام بحرانزا و مشکل آفرین داشته کمیشنر هایی که فعلا گزینه شده از بطن همین جامعه پر از درد و رنج برخواستند کسانی هستند که قبلا دیدند انتخابات های گذشته چالش ها مشکلات و درد هایی که مردم افغانستان دید و حکومتی که به وجود آمد به این حکومت نتانست به شکل درست کار بکنه ادارات موازی ساختن ادارات موازی تنش ها و کشمکش ها در ساختار خود حکومت چشم و امید مردم افغانستان به این هست که با توجه به تجربه تلخ چند انتخابات گذشته این کمیشنرهای های جدید بتوانند قضاوت تاریخ توری توری به وجود بیارن که در رابطه به اینها درست قضاوت بکنه خوب قضاوت بکنه نه بد اینها برگزیده شدند سه سال یا پنج سال اینها در پست اعضای کمیسیون انتخابات و شکایت انتخاباتی هستند میتونن که طی این پنج سال به عنوان افراد دست نشانده به عنوان افرادی که از حکومت تبعیت بکنند و انتخابات که حکومت میخواه برگزار بکنند و افرادی که حکومت میخواه بیارن وارد در پارلمان افغانستان و شورای ولسوالی بکنن میتونن چنین کار بکنن به دلیل اینکه اگر اجازه بفرمایید به دلیل از ای که در گذشته هم چنین شد اما میتونن هم به عنوان فرزندای اصیل این ملک برای برگزاری یک انتخابات شفاف، عادلانه، آزاد، مستقیم و و تامین عدالت در افغانستان اینها کار بکنند و هیچ گونه تاثیر پذیری را از هیچ کس اینها قبول نکنند. <تصفح> چرا؟ اینها را هیچ کس نمیتونند از برطرف بکنه تا زمانی که صادقانه کار بکنند. پس وقتی یک نفر نه، یک نفر کس نتونه از پست ادو پس بکنه برکنار بکنه نتونه که برای از او کدام جنجال بیافرینه نتونه که او تاثیر قرار بده او اگر او میره و تاثیر پذیری از هر نهاد و یا افراد رو میکنه بمانوی معنای است است که ستم میکنه به ملت افغانستان و ستم میکنه برای خود و کشور با توجه به فرایندی که اینا تای کردند و پله های را که پشت سر گذراندن و آمدن به مدیریت انتخابات رسیدن و این فرایند خیلی انگشت های انتخاب... انتقاد طرفش داره به نظرتان اینا واقعا میتونن مستقل کار کنند و بدون تأثیر پذیری و دخالت رهبران به کارشان ادامه بدن؟ هرچند ما خیلی از این شخصیت هایی که معرفی شدن با اونا آشنا نیستیم از نزدیک و از مو نحوه کارکرد کرده گذشته معلومات کافی ندارم حداقل دو نفری که از تقریبا از ولایات همجوار ما غور و بادغیس در اینجا برگزیده شده این میتونم بگویم که کاملا افراد بیطرف و افرادی است که به هیچ کسی ارتباط ندارن. با شناخت که ما از همین دو, دو فرد دارم آرزو دارم که مجموعی همین افراد چنین افراد باشه خب به این افغانستان متاسفانه اگر هر قسم افراد هم برگزیده می شدن حتما یک شرطل انتقاد ها بر می خواست و انگشت های جانی به حکمت نشانه گرفته می شد باورم این است ای که خب طبیعتا حکمت ام 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 دست باز داره امی که رئیس میان سی و شش نفر پانزدن پنج و هفت نفر بر می گذینه امی خود دست باز رئیس جمهور نشان میده و میتونه که حداقل افرادی که بیشتر بیتر بتونه از اون کار بکنه اونا رو برگزینه بر اما این بیشتر برمیگرده به خود افراد به این معنی که این افراد مسئولیت دارن مسئولیت وظیفوی دارن اینا یک معمولی که حکمت بتونه اونا رو برطرف بکنه یا پارلمان بتونه اونا رو بدون از اینکه گناه مرتکب شوند و مطابق قانون انتخابات اونا رو برطرف بکنه یا نهاد دیگه اینها مسئولیت دارند پس وقتی مسئولیت دارند و هیچ کس نمیتونه اینا رو برکنار بکنه که نیاز دارند که اینا اینا برن یک یک ننگ تاریخی رو برای خود بخرند این واقعا به تجربه های تلخ گذشته یک پند بسیار کلان هست و ما وقتی میگم خوشبینانه قضاوت بکنیم یا خوشبینانه بی بی نگاه بکنیم همین مسئله است که وقتی مسئولیت ای هست وقتی تجربه تلخ انتخابات های گذشته اینا چشیدند وقتی ملت رنجیده و دردمند در افغانستان در برابر خود میبینند و از برکت این ملت به این رسیدن این می از واجب هست که اینا مستقلانه عمل بکنن و عادلانه عمل بکنن. خیلی کوتاه اگر درنگ بکنید اگر اینا واقعا تعهد داشته باشند ولی آنچه انتقاد بسیار شدید که وارد است بالای اینا بحث تجربه و تخصصشان است به تجربگی و عدم تخصصشان سبب نخواهد شد که خدای در نتانند انتخابات رای اداره بکنند؟ امو, اه، 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 اتجربه, اما کمیشنر هایی که قبلا هم برگزیده شده بودند یک تجربه کافی در رابطه با انتخابات نداشتند تخصص کافی هم نداشتند اما آنچه که در افغانستان گذشته انتخابات هایی که گذشته امی خود یک تجربه کلان در راستای تدویر انتخابات میتونه باشه و یک فرصت زمانی هم هست که اینا بتونن تمام آنچه که در انتخابات های گذشته اتفاق افتاده او پرونده ها بررسی بکنن تمام او خلاها و نواقصی که وجود داشت در انتخابات های گذشته اونا رو ببینن و حتما اینا با مشاورین و دست اندرکارهای دیگه هم هست که با اونا همکاری بکنه در راه برگزاری یک انتخابات خوب برای من مهم اراده تخصص و انگیزه قوی برای برگزاری یک انتخابات شفاف حتما من مطمئنم که این کار اینا میتونن بکنن و اینها افراد جدیدی، اینها به کار بگمارند اوی ده افرادی که در انتخابات های گذشته متهم شدن به تقلب تخلف و باعث ازی شدن که افغانستان به جانب بحران بره و همیت یک حکومتی به وجود بیاید که امروز نمیتونیم ما اصلا کدام یک, یک, کار قابل توجه برای مردم خود نشان بدین اونها را اینا چی بکنن حالا من فکر نمیکنم که بتونن کسی را به محاکمه بکشنند ولی حداقل میتونند که از موجودیت و افراد در کمیسیون های انتخاباتی و شکایات انتخاباتی اینها بپرهیزند و افراد جدید با تعهد جدید با یک زمانت جدید اینا بتونند که افراد بر بگذینند تا اینکه که ما شاهد یک انتخابات بهتر به با افغانستان باشیم خیلی ممنون متشکر آقای جمشدی کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی به نظرتون با, با توجه به بحثی که اینجا شد واقعا توانایی این را دارند که اعتبار برباد رفته نهادهای انتخاباتی و حتی انتخابات را در میان مردم افغانستان بر بگردانند و ما میزان مشارکتی بهتری داشته باشیم و حتی کسانی که پای صندوقهای رای به را هم بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر شما و بینندگان محترم تلویزیون همچون مهمانی عزیز برنامه جناب آقای مجروح عرض کنم حضور شما که همون قسمی که شما اشاره کردین باور مردم نسبت به پروسه انتخابات بسیار زیاد جدی لطمه دیده و صدمه دیده مردم بی باور شده به با همون خاطر پافشاری زیاد وجود داشت تا اصلاحات در انتخابات با وجود بیایه و کمیشنران جدید انتخاب شود. این کمیشنران جدیدی که انتخاب شده اینا مشکلات بسیار زیاد را پیش رو داره و از جمله کسب اعتماد مردم و یا اعاده همو اعتبار و اعتماد از بین رفته و صدمه دیده مردم هست که اینا باید مردم را دوباره باورمند بسازه خوشبین بسازه به پروسه ای انتخابات اما میم در قسمت از که چگونه گزینش شد اه دقیقا اون چرا که میار در نظر گرفته بود برای واجد شرایط بودنی یک کسی که گزینش میشه او میار تقریبا خیلی مواردش در نظر گرفته نشد از جمله مثلا یکی از مواردشی بود یکی از شرط ای بود که باید حداقل ده سال تجربه کاری یک نفر داشته باشه در حالی که ما در بین اعضای جدیدی جدید گزینه شده کمیسیون می بینیم که کسایی هستند که حتی یک سال هم تجربه کاری نداره اونتا دا تحصیلات داره آدم های با تحصیل هستند ولی با تمام این وجود با تمام این مشکلات ها چون در اونجا قطعا همو قسم که جمهور خودش هم گفتن که لحاظ قومی شده به نحوی قسم چینی شده که همه اقوام ساکن کشور بتونه خود را به یک در اونجا ببینه اما در بین این چهره های گزینه شده آدم های با تجربه و هستن که اینا مدت های زیادی را در پست های مهم حکومتی در افغانستان کار کرده که ما از جمله میتونیم از مثلا خانم ملیحه حسن که خانم هم هست و خانم بسیار با تجربه هستند با سواد هستند و دارای یک مدیریت و انگیزه کاری خوب هستند و هیچ گونه وابستگی حزبی و سیاسی هم ندارند و در بستهای مهم حکومتی هم کار کرده هم ام از اونم. اما با تمام این مشکلات ما میتونیم که به قضیه خوشبین باشیم اه اه قسمی که رهبران حکومت وحدت ملی تعهد کرده بود البته اونا باید تایی دو سال ای کارا رو میکردن ولی نشد مشکلات ها زیاد بود اما در عرصه انتخابات در گام اول تعیین کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود که این کمیسیون کار بسیار خوبی کردن و یک راهکار بسیار خوب و مناسبی را پیش روی حکومت گذاشتن حالا اینه که حکومت از او راهکارها کار میگیره یا نمیگیره این مربوط حکومت میشه ولی او کمیسون حقا که کار بسیار خوب و مناسبی کرد گام اول بود گام دوم که کمیته گزینش بود که رئیس جمهوری کمیته گزینش را تعیین کردن و این کار خود را شروع کردن گام سوم هم, هم معرفی کمیشنران جدید در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاب... انتخاباتی بود این سه گام بسیار مهم و اساسی در راستای برگزاری انتخابات نسبتا شفاف در آینده افغانستان برداشته شده اما گام‌های دی... مهم دیگری مانده مثلا کمیسیون جدید باید در قدم نخست زمان برگزاری انتخابات را باید اعلان بکنه و به تعقیب از او باید ثبت نام رایدهندگان را باید شروع بکنه و توزیع کارت رایدهی حالا با هر مکانیزمی که اینا در نظر میگیره و گام آخریش هم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی هستن و در کل ما میتونیم بگیم با تمام تاخیرها و مشکلات و بی‌تفاوتی‌هایی که از طرف حکومت نسبت به تعهداتی که در قبال مردم افغانستان در عرصه انتخابات گذاشته شده بود انجام دادن با تمام این وجود حالا ما میتونیم خوشبین باشیم و قسما امیدوار باشیم که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی بالاخره قبل از ختم دوران ریاست جمهوری آقای اشرف و همچنین ریاست جمهوری جناب آقای دکتر عبدالله برگزار خواهد شد خب این که رهبران حکومت وحدت ملی کسانی هستند که گذشته از این که هر دو این بزرگوار در جریان انتخابات 93 در کارزارهاشان هر دو متق... متهم به تقلب بودند ولی در فرایند نزدیک به سه سال کارشان همواره مورد انتقاد بودند و خیلی از مردم دیگه اعتماد نداره واقعا به این رهبران ولی فکر میکنید اگر اینا واقعا بتوانند خودشان را مهار بکنن که دست بردی نداشته باشن در کارکرد اعضای کمیسیونهای انتخاباتی و اینا مستقل کار بکنند چون این امیدواری واقعا وجود دارد؟ خب ما پیشتر هم یادآور شدم که با تمامی تعلل تاخیرها و مشکلات بالاخره اون چرا که مردم افغانستان میخواست کمک کمک در عرصه انتخابات کم داره انجام میگیره مردم افغانستان خواستشی بود که کمیشنران کمیشنرانی که پروسه ملی افغانستان را با خطر مواجه ساختن و خراب کردن اینا باید برکنار شد اینا برکنار شدن بالاخره و کمیشنران جدید برگزار شدن کمیسیون جدید کار خود را شروع کردن پس از این منظر ما میتونیم که هرچند آهسته ولی ما یا مردم افغانستان به مو خواسته های خود کم کمک داره نزدیک میشه خیلی از آگاه انتخاباتی و مهمتر از او نهادهای ناظر بر انتخابات را با توجه به نظارتی که از روند کارکرد کمیته گزینش داشتن میبینیم که شدید انتقاد میکنند و میگن این بار هم اصلاحات را که مردم افغانستان خواسته و اصلاحات را که نظام انتخاباتی افغانستان نیاز داشته نیامده و فقط خاک به مردم زده شده از سوی رهبران مثل تیفا خب بالاخره ما باید به یک نتیجه باید می که فعلا در قسمت در قسمت کمیشنران یا کمیسیون مستقل انتخابات یا تشکیل کمیسیون انتخابات ما فعلا به او نتیجه رسیدیم ولی ما هم نگران هستیم به خاطر از اینکه مثلا رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گذشته و اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی چون همگی هم از آفتاب که در روشنتر است همگی هم میدانه که اینا تقلب کردند و خودشان دق... تقلب دست داشتند پس انتظار افکار عمومی ای بود که اینها بلا فاصله از وظیفه های خود بر کنار و به دستگاه عدلی و قضایی سپرده شود اما حالا اینا نه تنها ای کار در حقشان صورت نمیگیره بلکه اینا با پست های مهمتر دیگری در بست های خیلی بلند موفق رتبه اینا گماریده میشه پس از اینجا معلوم میشه که رئیس جمهور هم به یک نحو ناگزیر هست چون تمام جوانب قضیه را باید رعایت بکنه و از طرف دیگه ارادهش نسبت به آوردن اصلاحات سره سست است ولی در قسمت کمیسیون جدید ما میخوایم یک نکته را خدمت شما بگم واضح و روشن که کامیابی کمیشنران یا کمیسیون جدیدی اعضای کمیسیون جدیدی مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی بستگی به اراده رهبران سیاسی افغانستان داره بستگی به نیت از نداره اگر نیت آقای اشرف غنی و اطرافیانش اگر نیت آقای دکتر عبدالله و اطرافیانش نسبت به پروسه انتخابات صادق باشه و اینا نیتشون پاک باشه نیتشون بر این باشه که یک انتخابات واقعا شفاف برگزار شده پس این کمیسیون موفق خواهد بود اگر نیت از اینا خراب باشه هر کدامش به به نفع تیم خود کوشش کنه که کمیسیون مستقل یا اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی را تحت فشار قرار بده پس در اون صورت چون این دفعه شرایط افغانستان بدتر از انتخابات سال 1393 است پس در اون صورت ما نه تنها یک انتخابات خوبتر از سال 93 نخواهیم داشت بلکه بدتر از اون خواهیم داشت خیلی تشکر اعضای جدید کمیسیون و انتخاباتی در حال به کارشان آغاز میکنن که اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی یا کمیشنر پیشین بر اساس فرامین مشاوران رئیس جمهور گزیده میشن و گماشته میشن که امروز اخبارشان خشم خیلی از مردم به وجه کاربرای شبکه های اجتماعی را برانگیخته بود اگر واقعا به جای اینکه کمیشنران پیشین انتخابات کسانی که تقلب کردند و انتخابات را به بحران کشاندند و افغانستان را در پردگاه سقوط قرار دادند به جای این که باید به دادگاه کشانده شوند پاداش دریافت بکنند و به پست های حتی مهمتر از گذشته برسند کمیشنرای تازه هرچند متحد و راست باشند چه درسی از این برند میگیرند پس از میان برنامه بحث خواهیم کرد ادامه پرسشونی و با امید همراهیتان تا پایین بس جناب وکیل سپیش پیش از که به بحثی که اشاره کردم بریم من میخوام درنگی داشته باشید روی چند موضوع این که کمیشنران جدید هر چند متحد باشند ولی با توجه به اینکه ضعف در تجربه کاری و چون این چیزهایی را وارد است برای اینها انتقاد وارد است که چون این دارند فکر میکنید مسئولیت های خطیر و چالش های که پیش رو دارند را چگونه حل میکنند مثل تکرار شدن اوضاع انتخاباتی مثل مشکلی که در کارت های رایدی است و دیگر چالش ها خب شک نیست که افغانستان کشور مشکلات و چالش ها هست و اینها ابتدا باید همی را سنجیده باشند که با همین مشکلات ها ما مواجه میشیم و باید با تمام این مشکلات مبارزه با کرد و پیروز میدان شد چند مشکلی که شما هم فرمودید که انتخابات تعدید میکنه در مجموع یک عدم سیستم مجازات و مکافات که در گذشته بوده اصلا حالی دیگه تقلب به افغانستان به یک عرف تبدیل شده چگونه اینا بتوانند افرادی که گزینش میکنند اونها را مکلف بسازند اونا را متعهد بسازند که اونا تقلب نکنند و چگونه افراد متقلب اینا شناسایی بکنند و افراد متخلف و متقلب در دا سیستم جای ندارند از جانب دیگه واقعا با همین کارت های میلیونی تقلبی رفتن به انتخابات چیزی نیست جد ای که یک بدنامی و یک بدبختی دیگه و افغانستان باره حال با توجه به تقلب که در <متحدث> گذشته صورت گرفته انتخابات ریاست جمهوری میان دو فرد بود و بالاخره تقسیم قدرت میان دو فرد آمد اگر در 250 کرسی انتخاباتی ولیتی جرگه در هر کدام ده نفر کاندید باشه دو نفر کاندید میشه و این دو نفر حداقل یک هزار کاندید پیشتاز به اینجا موجود اینا چه قسم میتونن در نهایت امر یک هزار نفر خانه بدازن که کس تقلب نکرده و چی گونه تقلب صورت گرفته با همین کارتا <applause> من فکر می کنم که یک باران بسیار کلان هست کمیسیون انتخابات باید چند چیز متوجه باشه فکر نمی کنید راه بردی بدیل برای این وضعیت بدیل می خواهم بهترین بدیل برای شفافیت انتخابات توزیع تذکره های الکترونیکی هست که حکومت وحدت ملی اگر واقعا اراده می داشت بیش از دو سال که عمر از اینا گذشته میتونست حالا حداقل دا داخل شهرها و مراکز و ها و اینا ختم میکرد و از اکثر مردم افغانستان حال دارای تذکری الکترونیکی میشدن و ما یک انتخابات شفاف برگزار میکرد اول خب اگر بتوانند تذکری الکترونیکی توضیح بکنند اول خب یک, م... یک, سند معتبر بین المللی هست مردم ما دارای یک... یک, یک, سند هویت بین المللی و با اعتبار میشن دوم ما میدانیم که در می افغانستان چقدر نفوس داره و در کدام ولایت چقدر نفوس داره می تونستیم که ما بهتر و سنجیده عمل بکنیم سوم راه تقلب دیگه دروازه بسته میشد و افراد متقلب یا کاندید نمی کردن و یا اگر کاندید هم می کردن بازنده میدان می و انتخابات عادلانه برگزار می اگر توزیع تذکره الکترونیکی ممکن نباشه یک سند معتبر دیگی که تضمین بهتر امنیتی داشته باشه و احتمال دستبرد از او کمتر باشه به با اینها ای, 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 ای کارت های تقلبی بر مردم توضیح شود و رای دیگه ایست که مردم با همی تذکره های دست داشته فیلی برند که این باید یک مشکل کلان خود داره حداقل حد 80 فیصد زنهایی که در, در قریجات و ولیسوالی های دور افغانستان زندگی میکنند از تذکره طبیعت محرومند و اینا نمیتونند به انتخابات شرکت بکنند یک, یک, یک قشت کلانی از از جامعه ما اینا از انتخابات محروم میشن شما در قبال تذکره الکترونیک گفتید تراده وجود نداره اینکه به تازگی دوباره در بی این اداره را گشودن و استخدام را شروع کردن و یک سری کارهای دیگه انجام دادن و به تازگی هم رئیس جمهور ادعا میکنه که معاون دوم شه گماشته تا مشکلاتی در این راستا را حل بکنه و توزیع تذکره های الکترونیک الکترونیک واقعا آغاز شود این به نظر تا نشانه دی اراده حکومت برای برداشتن گام عملی در راستا است یا که باز هم فریب دیگه ای در من هر چند آدم بسیار خوشبینی هستم نمیخوام که بعد یک موضوع تحلیل بکنم اما تجربه نشان میده که توزیع تذکره های الکترونیکی به افغانستان بعید هست حداقل به همه حکومت فیلی بعید هست حتی اگر بگوییم انتخابات هم بعید هست بعید هست دلایل بسیار وجود داره که انتخابات در افغانستان تا زمان انتخابات ریاست جمهوری شاید نشه الا که خارجی ها سخت حکومت افغانستان زیر فشار بگیرن و حکومت افغانستان وادار بکنن که به تعهدات خود عمل بکنه پس تعهدات افغانستان که پرشی از روی حکومت کنن و لابیگری بکنن از خارجی ها تا چنین کار رو بکنن. خب خارجی ها هم که به افغانستان کمک میکنن در کنفرانس بروکسل یک سر سال محدودیت ها رو به حکومت افغانستان خلق کرده از او جمله یک مسئله انتخابات هست مسئله به تعمیمیت حقوق بشر و دموکراسی هست مسئله نرخ زنان هست خود, خود تذکری الکترونیکی هست حکومت داری خب است اینا که حکومت افغانستان متعهد شده و گام های بسیار خود خودی هم که برداشته میشه اینها به خاطر عزیز که نه ملت افغانستان و نه هم خارجی ها نتونن بگوین که شما هیچ نکردین یعنی ما تذکری الکترونیکی در بازی پاز از, از نو گوشودیم ای قدر معاش و ایقدر امکانات و مصارفی که شده بود اینا هیچ از نو افراد دگیر ما, ما جذب کردیم در صورتی که افرادی که قبلا جذب شده بود اونا ماها آموزش دیده بودن اما ما دیگه گرفته شده بود هیچ دیگه مشکل وجود نداشت اینا رو همه برطرف کردن و از نو یک اداره جدید جور کردن خب خداوند به روز بیاره که راست شوه و ما مشاهد یک سند معتبر شویم و به جای از این ورقای بی و با با بدون اعتبار این کار بسیار خوب است و ما به فال نیک میگیرم خدا کنه که ما هر چیزی زودتر انتخابات برگزار بکنیم که روندی که به افغانستان برای افتاد این روند از این بیشتر صدمه نبینه اگر, اگر, اگر انتخابات مجلس برگزار نشه چی تزمینی وجود داره که باز انتخابات رئیس جمهوری جم، برگزار شود این همه است ولی ما, ما آرزو داریم که هر چیزی زودتر بتانند اینها هم تذکره توضیح بکنند هم به انتخابات برگزار بکنند و تعهداتی که برای ملت افغانستان و همچنین برای جامعه بین المللی بر جد به کمک ها کردن ای اینها بتوانند ای انتخابات برگزار بکنند و تعهدات خود عمل بکنند اگر در این کوتاهی داشته باشد روی تک کرسی شدن اعضای انتخاباتی این چالش را که حالا حکومت بر اعضای کمیسیونهای انتخاباتی واگذار کرده اینها در محور پرسش اولیم که عدم تجربه کافی و چنین چیزهای سبب میشه که شاید نتونن کارا را به وجه انجام بدن و یک چنین چالش های بزرگی رسیدگی خواهند کرد در قسمت موضوع کرسی اگر بتونن اینا یک سنجش نفوس بکنن که چه قسم بتوانند اینا توضیح بکنن سر 250 کرسی در در افغانستان با با باور ما با به مراتب بهتر از از, از ای سیستم فعلی که ما داریم با دلایل مختلف اول اگر همین کارت های تقلبی هم باشه تقلب کمتر میشه به خاطر اینکه صاحی اه اه کمپاین و فوکس انتخاباتی یک کاندید کم میشه در ساحه یک گولی و داخل یک شهر میشه این با تمام توان کوشش میکنه که سر اینجا حاکم باشه و نگذاره کس تقلب بکنه همین قسم تمام این کاندیدها ها میزان تقلب پایین میاد. دوم مجموعه وکلای که ما فعلا در, در... چی هستیم به خاطر تضاد منافع داریم با یک دیگر و همکار نیستیم وقتی تضاد و منافع از بین برداشته شوه این وکیل ها با یک روی همکاری بیشتر کار میکنه سوم کرسی های خالی که شما امروز در پارلمان میبینید این کرسی ها پر میشه به خاطر از پر میشه که یک نفر پول داده آمده رای گریفته برفته به پارلمان حال دنبال کار کار وظیفه خود میگرده با فکر عادی هم هست که صبح پس انتخاب میشه بعد بریم پول خود میدیم پس میایم وکیل میشیم وقتی موضوع تکوشتی شده و مردم وکیل خود را بشناسد و وکیل معاکل خود را ای این وکیل مکلفیت پیدا میکنه که بیا چه بکنه بیاید سرچروکی خود بشینه چهارم صاحی مسئولیت وکیل کم میشه به طور مثال اگر یک نفر والی وکالت میکنه از, از یک ولایت در خود شورای ملی در مسائل اجتماعی و انکشافی و برنامه درون ولایتی وقتی وکیل یک شهر هست این نمیتونه که امو امو با یک شهر برآورده بسازه وقتی سایه مسئولیت از کوتاه میشه داخل یک پلیس می آیه این سردو وظایف خوب بسیار میتونه که با قوت عمل بکنه مکلفیت پیدا میکنه که با قوت عمل بکنه به طور مثال یک شهر ده نفر وکیل داره از ده نفر از سه نفر از این افرادی که به غم و درد و رنج ملت خو میرسه هفت نفر افرادی که خیلی به غصا چی نداره پایبند نیست تمام بار نمو شهر میه سر می وکیل یا چهار وکیلی که بیشتر بر ملت دستی میکنه اینا توانایی برداشت و بار نداره و دلایل بسیار دیگه هم هست که ما میول از هرات ما ما 17 نفر وکیل داریم 15 ولسوالی داریم 8 ولسوالی ما میول از وکیل محرومن میال اش و دولسوری ما محروم از وکیل هستند درسته که ما, ما از ما ولایت خود وکالت میکنیم نمایندگی میکنیم برای مردم خود میرسیم از هر ولسوری از هر کس برای ما مراجعه بکنه برای ما فرق نمیکنه کوشش میکنیم که به خدمت حاضر باشیم اما مردم حضور امو فرد از ولسوری خود در ترکیب شورای ملی افغانستان نمیبینه به خصوص ولسوری های کم نفوس بنان دلایل بسیار مختلفی هست که اگر اینا بتونن سنجش درست درست است نفوذ بکنند و حوزه‌های انتخاباتی را جدا بکنند کار تکرسی به مراتب بهتر از سیستم کلی آقای اگر قرار باشه کمیشنران پیشین کمیسونای انتخاباتی به عنوان مشاوران رئیس جمهور گزیده شده باشند چه درسی توانند باشند برای کمیشنران جدید در راستای تعهد و تخصص و بالاخره وفاداری به سوگندی که ادا کردند ما در ارتباط بسیار بدبین هستم چون اه ای اه چند تا پیام واضح و روشن را رو برای ما و شاید برای مردم افغانستان منتقل بکنه پیام اول اولش همیست که رئیس جمهور به یک پیش از اینا یک حالت چی را داره این مدیون بودن را داره به خاطری که با, با, امکن... با اشاره و یا به دستور رئیس جمهوری فعلی اینا به نفش تقلب کرده و حالا رئیس جمهور نمیتونه که اینا را از خود دور بسازه و شاید خیلی رازهای خطرناک پیش از نو باشه که در صورت دور کردن اینا را افشا بسازه و باعث دردسر بیشتر برای رئیس جمهور و ارگ نشه یکی از پیام ها همیست پیام دومش است که پیام دومی که من از قضیه میگیرم و شاید مردم اینطور برداشت بکنه است که رئیس جمهور دیگه اراده برای برای آوردن اصلاحات و از بین بردن فساد و تخلف و تقلب و اینها نداره بلکه این کارهایی را که میکنه بیشتر نمایشی خواهد بود این ای دیگه پیامش و پیام سومی که این حرکت میتونه داشته باشه است که این کسایی که در کمیسون کار کرده حالا مشاورین ارشدی برای ارگ ریاست جمهوری و رئیس جمهور میشه این هیچ اطمینان دیگر وجود نداره که این ها حتما سر کمیشنرای جدید نفوذ میکنه با به بهانه یزی که ما تجربه داریم ما تخصص داریم ما کار کردیم امکان داره که تشبوسی در وظیفه کمیشنرای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی بکنه اینا پیام, پیام های بسیار منفی است که از این حرکت رئیس جمهور مردم میگیرند پس اگر رئیس جمهور واقعا مدیون اینا باشه حالا که قدرت تنها دو رئیس جمهور نیست رئیس اجرایی که اینا بر ضد رئیس اجرایی تقلب کرده باشن چیکار است خب ما باید بگیم که باید قبول بکنیم اعتراف بکنیم که تفاهم نامه سیاسی را ما نتوانستیم که تطبیق بکنیم تفاهم نامه سیاسی یا تطبیق تفاهم سیاسی بیشتر به نفع تیم ریاست اجرایه هست و تفاهم سیاسی اگر اجرایی اجرای شود عملی شود ریاست اجرایه به او صلاحیت هایی که در او تذکر رفته دست پیدا میکنه زمانی که تفاهم نامه سیاسی عملی نشوه اجرایی نشوه پس ریاست اجرایی همچنان در حاشیه میمانه و صلاحیت های لازمی که برش تعریف شده او به دستش دست کم عنوان نمیست. رئیس اجرایی میتونست به این خاص مردم رسیدگی بکنه که اینا را به دادگاه بکشانه یا دست کم بعد مانع ورود اینا به به عنوان مشاوران رئیس جمهور شوه اما امروز سخنگوی رئیس اجرایی معاون سخنگوش به صراحت گفت که کار به کار ارگ نداریم که حالا کی به عنوان مشاور میگذینه خاص ریاست اجرای فقط بر کناری بود که بر کنار شدن حالا که کجا میرن و رئیس جمهور با اینا چی میکنه ریاست اجرای کار به این نداره این به نظرتون خیلی پرسش برانگیز نیست نسبت به پیوند میان رئیس اجرای خب. برق خب این اما عدم تعامل یا عدم همکاری بین ریاست اجرایی و ریاست جمهوری رو میرسانه این ایتر بیانگری ای واقعیت است که افغانستان توسط دو قطب اداره میشه که یکی ارگ ریاست جمهوری است و یکی ریاست اجرایی که هر کدام از نا تنها برنامه های مشخص خود را و جدا از هم داره در حالی که اینطور نباید باشه باید ریاست اجرایی و ریاست جمهوری مطابق توافقنامه سیاسی با همکاری یک دیگر مطابق منافع ملی افغانستان مطابق منافع مردمی افغانستان و اون که خودشون تعهد سپرده مطابق از عمل بکنه شما چگونه میتونید بپذیرید که رئیس جمهوری که امروز در پشت تریبون میره با صدای بسیار بلند صدا میکشه که ما فساد را ریشکن میکنیم چگونه فساد ریشکن میشه در حالی که یک کسی که خیانت ملی را مرتکب شده در یک کشور یک پروسه بسیار کلان ملی را او را خراب کردن کشور را در لبه پرتگاه قرار دادن و باور مردم را نسبت به دموکراسی که در افغانستان جریان داره از بین بردن ایر شما نادیده میکنین و سرش خاک میپشونین چگونه شما با فساد اداری مبارزه میکنین این سوالی است که باید ریاست جمهوری باید جواب بگه این باور مردم را کم میسازه ریاست جمهوری همو زمانی که رئیس کمیسیون انتخابات آقای نورستانی را به سفارت کدام کشور گماردن از همونجا پیدا بود که متاسفانه اراده قوی برای آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در افغانستان وجود ندارد خب ما فقط تحلیل میکنیم شما حالا بیت سیاست مدارایی که آرای مردم را جمع کردند و سبب رئیسی اجرای شدن یا صدر از اجرایه شدن آقای عبدالله شدن کسان مثل آقای معقیق کسان مثل آقای انجینر محمد, 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 خان و بقیه این آقایان چه کاره هستند در این میدان و اینا اگر کمیشنرهایی که مشاور رئیس جمهور تعیین میشن و این همه پیامدی بد برای مردم افغانستان داره با اینا چی خواهند کرد اجازه میدن ما میخوایم میره بگم که آ، 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 تیم ریاست اجرایی هماره در تلاش هست که تفاهم نامه سیاسی اجرایی شود و باور ما است که همه فشارهای تیم ریاست اجرایی بود که بالاخره رئیس جمهور واداری بر این شد که حداقل کمشنرای کمیسیون مستقل انتخابات را تغییر بده و و کمیته گزینش جور بکنه و یک کمیته گزینش کمیشنرهای جدید گزینش بکنه و انتخاب بکنه اگر فشارهای لازمی تیم ریاست اجراییه و همچنین نهاد پالیزی نهادهای مدنی و سازمانها و سازمان های اجتماعی و فرهنگی نبودی فکر نکنم که رئیس جمهور حاضر می شد که این کارها را بکنه بنابراین باور است که اگر ریاست اجرایه و ریاست جمهوری ارگ ریاست جمهوری بیشتر در هماهنگی با ریاست اجرایه کار بکنه و همگی به عنوان یک تیم واحد عمل بکنه در راستای منافع ملی افغانستان ای به نفعشان خواهد بود و اگر دوگونه حرکت شوه ریاست جمهوری تلاش بکنه که ارگ ریاست اجرایه را نادیده بگیره و ریاست اجرایه هم کار خود را بکنه فکر میکنم که مشکلات از اینا بیشتر از این خواهد شد و این سه سالی که باقی مانده باز هم در این تر گیرودار اینا با پایان خواهد شد. جناب آقای مجروح جنبندی بکنید با توجه به این که شما خوشبین هستید نسبت به انتخابات های پیشی رو ولی اگر متقلبان و مدیران بدنامترین انتخابات به دور آقای رئیس جمهور جمع شوند چه تأثیر بر انتخابات پیشی رو تواند داشته باشند جمع بندی کنید خب اگر قرار بر با ای باشه که اونها در رابطه با انتخابات مشوره بدن خب بیتر ای بود که اونها به عنوان, عنوان کمیشنر باقی میموندن ما فکر میکنم که رئیس جمهور در روستاها، در مختلف اونا را به عنوان مشاور نه برای حضور از اونها نمیتونه در برگزاری انتخابات کدام تأثیری بگذاره. به مشروط برای اینکه کمیشنران جدید از یک اراده ای که قبلا من خدمت شما عرض کردم برخوردار باشن برای برگزاری یک انتخابات عادلانه و شفاف. من قطعا به این باور هستم که رئیس جمهور مدیون اینها است. اگر رئیس جمهور چگونه میتونه که یک انتخاباتی که در سمره از او به وجود آمدن امی حکومت هست او افرادی که بونی امی کار هستند اونا رو بطنه به محاکمه بکشانه رئیس اجرایی رئیس اجرایی هم آل به نوعی برای جمهور تفاهم, تفاهم کرده. تفاهم کرده و یک جا عمل میکنه اگر رئیس اجرایی عمل نمیکرد چرا حتما امروز یک, یک واکنش نشان میداد به هر صورت اینها مدیون کسایی هستند که سماره کارشان امی حکومت فیلی هست نمیتونند که در برابر از نو اینا اه. کار را انجام بدن که دهن از اینا باز شود شاید دهن از اینا اگر باز شود خیلی حرف برای گفتن دارن برای رابرای حکومت وحدت ملی با او واسطه است که رئیس جمهور کوشش میکنه که رعایت حال اونا را داشته باشه اونا را به صفت مشاورین خود برگزیده خب بر تا تاثیر بر نداره قطعا هستم که اگر کمیشنرای فیلی اه. انگیزه تعهد و اراده محکم برای انتخابات شفاف فادران داشته باشند هیچ تاثیر نمیتونه <تصفح> ما از جنبندی میکنم که پای خود نسبت به این کارهایی که شده در عرصه انتخابات خوشبین هستیم و باز هم تاکید میکنیم که موفقیت کمیشنرهای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی بستگی به اراده و نیت سیاست ما داره کمیشنرهای کمیسیون قبلی هم که خراب کردن چون سیاست قبلی حکومت آقای کرزی نیت خوب نداشتن تیمسازی کردن به نام قوم و تیم و اینا ایازی ای در ارتباط سوال شما که در قسمت تکرسی من نظر خود را میخواییم بگیم که که موضوع سیستم تکرسی مشکلات بسیار زیادی را برای مردم افغانستان به وجود میاره اولا اقلیت ها را محدود می سازه ثانیا تطبیق از بسیار مشکل است و چهارم امکان آمدن اعضای ارشد گروه طالبا و گروه داعش در پارلمان آینده افغانستان بسیار جدی وجود داره که اینا بین یک وقت با مو امکانات مسئولیت بمب بیاره در دا داخل خانه ملت و را منفجر بکنه و زمینه را برای زورمندان بیشتر و فراهم, فراهم میکنه و آدم مستقل را به هاشه میرانه خیلی سپاس از شما غلام فاروق مجرور نماینده مردم در مجلس و علی اکبر جمشیدی سناتور پیشین از حضورتان در این میز و سپاس امکنان بیکران هم از شما برای پایشتان پایین بحث آخر خط تا درود و دیدار دیگر بدرود